دوستا برگشتیم در ادامه برنامه سلامتی روزمره هستیم و سپاس از تک تک شما خوبان که تا این دم ما را همراهی میکنین و دوستا شما میتونین از صفحه فیسبوک زن تی وی هم شما برنامه ما رو به طور لایف ببینین و سوالاتی که شما در رابطه با موضوع برنامه ما دارین میتونین کامنت بگذارین و بخش دوم برنامه شما از آن میتونین تماس بگیرین با برنامه موضوع برنامه ما قسمی که در ابتدا گفتیم در رابطه با زخم های سیستم هاضمه یا زخم معده میباشه و شما از آن هم اگر سوال در رابطه با موضوع برنامه ما دارین شما میتونین تماس بگیرین و زمانی که تماس میگیرین موقع درست انتخاب بکنین تا اینکه صدای شما از آن به درستی بر ما وصل شود. خب دکتر صاحب میشه در رابطه با راز علائم زخم معده بگین و چگونه میتونیم که تشخیص بکنیم؟ خب وقتی که در مورد کلینیکال فایندینگ شده رفتای کلینیکی مریضایی که زخم در سیستم هاضمه خود داره، بله، زخم معده با گفتم که باید دیگه نگفته نشه، زخم های سیستم هاضمه، به خاطر که ممکن است بعض اوقات در روده کوچک پیدا شه، ممکن است در معده باشه، در هر قسمت معده ممکن است موجود باشه و حتی بعض اوقات در یک سل امراض دیگه ممکن است سایدگی ها در سراسر سیستم هاضمه از دان تا مقعد دیده شه. بله بله. بنابراین زخم های سیستم هاضمه اگر گفته شوی خوب تر خواهد بود. نقطه دیگه که من میخوام در اینجا علاوه کنم و عبارت از این است که مریض وقتی که زخم سیستم هاضمه داره کدام شکایت می داشته باشه؟ عمده ترین شکایتی که مریض می داشته باشه عبارت از اپیگاستریک پین است. امروز صبح که در رادیو مصاحبه داشتم ایران مونده بودم که اپیگاستریک پین یا درد که در ناحیه اپیگاستریک چه رقم نشان میده، آخر گفتم همین قسمت بالای شکم زیر استخوان سینه، متوجه هستین؟ ولی اپیگاسترو مشخصا این ناحیه است. این همین ناحیه را به نام ناحیه اپیگاستریک اپیگاستروم میگن، طوری که می تقسیم های نوگانه و چارگانه در لحاظ آناتومی ماده تباوت داره. بعد به صورت عموم به چهار کوادران تقسیم میشه، نو کوادران تقسیم میشه، شکم بطن شکم کال اعتراض نشه. به می خاطر این مریضا به صورت عموم درد در ناحیه می داشته باشن، این درد ممکن است درد طاقت فرسا باشه، شاید درد به طور مثال ممکن است وصف گنگ را داشته باشه یا وصف پاره کننده را داشته باشه، مثل که شکم یکی را کتی چاقو پاره کنی. این درد کتی گرسنگی، کتی نگرفتن غذا و در پولی از او کتی به طور مثال حالت های استرس بار شدید میشه، گرفتن شربت انتی اسید و گرفتن غذا درد را آرام میکنه و اکثر مریضا به صورت عموم درد از طرف شب میداشته باشند. در رفته دیگه کلینیکی که پیش مریضا موجود است، بعض اوقات ممکن هست پیش مریضا هارت برن موجود باشه. هارت برن جگرسوز یک استرایدی که در بین مردم ترویج پیدا کرده، جگر در حالی که به طور مثال در دست راست ما نیست، جگر در این قسمت هست، کال غلط نکنیم اینجا نگویم جگر ما، مریض مردم فکر کنه که دکتر سپسایتوز انفارکتوس داره، جگر در این قسمت هست، در زیر قبرغاب جگرسوز، یعنی به این فکر که سوخت داره، نه، باز مردم جگرسوز هدف این است که آروقشان ترش میکنه و همین تیزاب که بالا می اینه میره استرایدی جگرسوز برش استفاده میکنه، طعم دهن مریضا ممکن است تغییر کنه که لوحه کلینیکی است که در مریضای گرد یا گاستروزوفیجال ریفلکس دیزیز هم دیده میشه. در پلیس بعض اوقات ممکن است مریضا دلبدی داشته باشن، بعض اوقات مریض ما ممکن است استفراغات داشته باشن، در ضمن از اون ممکن است مریضا روز به روز وزنشان کم شود، بی اشتیایی داشته باشن و در پلی از اون ممکن است بعض اوقات مریضا کم خونی که اصلا نمیتونه مور ما در باعث دیگر امراض تشخیص کنه. دکتر فعلا تماس مهربانی من میگم چرا تو ناراحت هستی؟ خب واضح بگو تماس است که ما با صحبت ها را قطع کنیم. بله بله، صدای ما رو داریم؟ بله، مشنوین، بفرمایید. تماس قطع شد. هر وقتی که تماس آمد خیالت بسیار راحت، بگو که تماس سال تو چرا قدر بود؟ خب فعلا هم تماس داریم. مهربانی مهربانی سید. بله بفرمایید. بله، صدای ما رو دارین؟ بفرمایید. بله بفرمایید، مشنوین صدای ما رو؟ بجز از آواز شوپرک دیگه من چیز صدا را نمیشنم. تمام از شبکه های مخابراتی در روزا یکان آواز های بتر و سال حق و ناق در گوش میاد. خب بایدامی صحبت های تماس داشتیم باز بایدامی صحبت های من میپردازیم این تماس ها دوتا شما قشد که تسلسل صحبت های مرا قطع کنم و در پولی از کدام سمر ما از او نداشتیم. خب به هر صورتش گفتم که دریافتای کلینیکی ممکن است همچون نقاط را که اشاره کردم پیش مریض موجود باشه، بعض اوقات اگر زخم اختلاط داده باشه و پیشرفته تر شده باشه ممکن است دریافتای کلینیکی اختلاطاتش پیش مریض موجود باشه، مثلا بندش ممکن است در حد پروسه گرفتن غذا وقت خصوصا پایرولیک استینوز به وجود آمده باشه پیش مریض موجود می باشه، تظاهر خون که عمده ترین اختلاط زخم های سیستم هاضمه را تشکیل میده ممکن است مریض در مواد غایطه خود خون را ببیند، در استفراغ خود خون را ببیند یا خون استفراغ کنه و یا مواد غایطه یا رنگ داشته باشه که اصطلاحات هماتیمیزیس هماتوچیز یا و ملینا برش استفاده میشه. بنابراین عمده ترین دریافت کلینیکی هومان به طور مثال درد بسیار طاقت فرسا و دردی که به طور مثال به شکل برق‌آسا مریض را شیب میرساند در قسمت ناحیه اپیگاستریک در نزد مریضا ممکن است موجود باشد.
حالا بحث دیگه عبارت از این است که شما جزء دیگه ای که در سوال را مطرح ساختین عبارت از این بود که چگونه تشخیص میشه. بله. تشخیص اساسی که به اساس از او ما قضاوت کنیم و تایید شود واقعا تثبیت شود که مریض زخم سیستم هاضمه داره عبارت معنی AGD هست. AGD یعنی به این مفهوم که ازوفیجو گاسترو دیدونسکوپی، یعنی یک معاینه که برای مریض پایپ انداخته میشه، این پایپ قسمت میری را مورد مشاهده قرار میده، قسمت معده را مورد مشاهده قرار میده و قطعه اول روده کوچک را مورد مشاهده قرار میده. تا به این قسمت ها ما میتونیم که به طور مثال سیستم هاضمه را از بالا مورد ارجابی قرار بدیم. بعض اوقات معاینه دیگه برای مریض ضرورت میشه، مثلا در مشکلات سیستم هاضمه در زخمانه، در مشکلات سیستم هاضمه که را به نام کولورکتوسگمویدسکوپی میگن، یعنی پایپ برای مریض از قسمت به طور مثال مقعد تطبیق میشه و حتی بعض اوقات به خاطر تشخیص یک سلا مشکلات که در قسمت سیستم هاضمه بخصوص در روده کوچک موجود باشه برای مریض کپسول توصیه میشه. بفرمایید. بله بفرمایید. میشنوین صدای ما را دارین؟ بله. بله سلام علیکم برادر. علیکم السلام. بفرمایید خواهر عزیز، اسمتون را بگین و از کجا به تماس شدین؟ بله. صدایتون را داریم خواهر عزیز، بفرمایید. صدایتون را میتونه پخش بکنین؟ اسم نسرین از پروان به تماس شدیم. نسرین جان از پغمان، خوش آمدید به برنامه سلامتی روزمره. بفرمایید سوالتون. دکتر صاحب پرسان میکنیم، یک مریض ما داریم دو سال میشه که این مریض میکرو میده میگن که داره، ما چی هم میسکوپی هم کردیم میشه چیسا دیاد برای دوا چیسا برای گرفتیم، هیچ فایده نمیکنه براش. چرا فایده نمیکنه؟ و و و تشخیصش تنامی به تعبیر شما می میکروب معده بوده یا دیگه مشکلات هم داشته؟ چند سالی مریض عمر داره و دیگه چی مشکلات به استثنای سیستم هاضمه داره؟ صدای ما را دارین خواهر عزیز؟ بله 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 دارم. این دلبری داره، تا که دوا می باشه خوب می باشه، دوا خلاص میشه پس دلبری شور می خوره، معدهش درد میگیره، پریز هم هست. از چی پریز است؟ نقطه خوب دیگه از این ترشی و چربی و از مقدار چرب چیز پریزش کرده، دیگه صفحانی کشاف هم بردیم شب. آه مهربانی سب، مهربانی موضوع شما را گرفتیم، انشاءالله پیرامون از این موضوع برای شما درد می داشت و شما بیننده و شنونده باشیم. وقتتان خوش، سلامت باشیم. خب بیننده های عزیز، موضوع برنامه ما در رابطه با میکرومی زخم های سیستم هاضمه می باشه و شما عزیزان هم میتونین به برنامه ما تماس بگیرین. زمانی که شما تماس میگیرین کوشش بکنین موقع درست را انتخاب بکنین و تا اینکه صدای شما عزیزان به درستی بر ما وصل شود و زمانی که تماستان وصل شد صدای تلویزیونتان را پخش بکنین. تا اینکه صدایتان به درستی بر ما وصل شود بدون کدام مشکل بر ما یعنی بتونیم سوال شما عزیزان را بگیریم و شماره تماس ما هم 0779 127 127 می باشه. فعلا هم تماس داریم. بله بفرمایید. بله بفرمایید صدای ما را دارین؟ سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. بله. مشنوین صدایتون، بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ بله صدای ما را دارین؟ تماستون وصل شده خواهر عزیز، بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز، بفرمایید اسمتون رو بگین و از کجا به تماس شدین. خراسان، من نجیب از ارزان قیمت شما را زحمت میتین. نجیب از ارزان قیمت، خوش آمدین به برنامه سلامتی روزمره. بفرمایید نجیب جان سوالتون رو بپرسین. من دکتر شده سوال داشتم، تقریبا یک سه ماه میشه که تکلیف معده دارم، دل گرفتگی و دمی روده اتفوندیدگی احساس میکنم، دمی نانا که میخورم. دیگه پیش یک دکتر را مراجعه کردم، دیگه دوای بس او معاینات تا برای من اشتا کرد، معاینات هم کردم، گفت تو باکتریا، گفت یک رقم میکروب هست میده تو بازمو داریم، باز دوا موا برای من داده تقریبا. او دکتر هم مالی هند رفته تقریبا، برای یک ما دوا دادم، یک ما دوا را خوردم، تقالی نمی فهم کم گولی باکتریا را که داد تقریبا 1000 میلی گرام است همی یک گولیش. دیگه گفت من این را بخورم یا قضا کنم چطور کنم؟ دوا به خاطر از امیر هموطن گرامی امی میکروب را یا باکتریایی را که میگین شما سب به چقدر مدت براتون توصیه کرده بود؟
تقریبا یک سال میشه خود یعنی تکلیف کنم دیگه کم بود آن یک سه ماه میشه که زیاد شده تکلیف. نه هموطن گرامی، ما چیزی را که شما میپرسم امور جواب بتین سب به خاطر که وقت برنامه کم است. چقدر مدت میشه که می دوا را به خاطر باکتریا براتون توصیه کردم این دوای 1000 میلی گرام که شما میگین سب؟ بله صدای ما رو دارین؟ تماس قطع شد. خب در مورد دو پرسش پیهمی که وجود داشت تماس داریم دکتر. میروانی باز سوال رو تمام شد یک جا جواب میدیم. بله بفرمایید. بله وقت دارم. بله تماس قطع شد. شایان ذکر است که در بخش‌های مختلف برنامه واقعا دوستای بسیار گرامی ما داریم که ما را همکاری میکنن. امی پرودوسر که شکیب جان عمر است. شکیب جان بله بفرمایید. سلام علیکم. خوب هستین؟ علیکم السلام. سلامت باشین. بفرمایید کی هستین و از کجا به تماس شدین؟ انجینر زادی از ولایت تخار شما رو زحمت دارید. خوش آمدید هموطن گلم از ولایت تخار زیبا. بفرمایید زبی جان سوالتان رو بپرسین. سلامت باشین، زنده باشین. چند وقت میشه؟ تقریبا 3 ماه 4 ماه میشه. وقت که می گذارم ما خواب میکنیم سر در سوخ میکنه. ما چند پیر از دکتر دوام گرفتیم ولی متاسفانه چندان مفادی نداشت. یعنی شما وقتی کم شکنی آب میخوریم روزانه چی بود یکم تحصیلی درد میشه زردش باید پیدا میکنه دیگه یک دقیقه روزا خبات بازم سر در سوخ میکنه وقتی که او نفریم یه بسیار زیاد بازاب میکنه. چقدر وقت میشه که شما از این مشکل رنج میبرید بزرگوار؟ مدتش چقدر وقت میشه و سابق کدوم مشکل دیگه نداشتین سیب؟ بله برادر عزیز میشنوین صدای ما را؟ بله میشنم. هموطن گرامی ما گفتم چقدر وقت میشه که شما از این مشکل رنج میبرین و آیا در گذشته هم از تکالیف سیستم هاضمه و معده شما شکایت داشتین یا جدیدن پیشتون تحسس کرده؟ فقط مدت یک سال میشه پیش از اون ما هیچ مشکلی نداشتیم ولی یک سال میشه این مشکل است. چند پیر دوام گرفتیم ولی متاسفانه فایده که ندیدیم. همین چیز هاو که بخورم یک کم ترکین درد میشه در غیر از او این میسوخ که دل هست. در کدام وقت این درد زیاد میشه؟ کتی غذا آیا ارتباط داره یا نه؟ کدام غذا زیاد و کمش میکنه یا نه؟ در کدام وقت روز یا شب تشدید میشه؟ من خود رانو تشکر کرده نتونستم مخصوصا همی وقت که اگر سخم فرده سخم مر کرده شد زیادتر میشه. و در پالی از او کدام فاکتور تسکین کننده وجود داره؟ به استثناء از یک آب را استفاده میکنین یا آب میشه کتی کدام شربت انتی اسید اینا و مسائل که میگیرین دردتان را راحت میسازه؟ بله شربت دومک میگه همون شربت هم کمونیم میتونه یکم تسکین درد بکنه. در مواد غایطی تان یا استفراغ تان تال در کدام وقت خون دیدین؟ تماس قطع شد. بالکل فرشته جان میخوایم یک نقطه را اشاره کنم. شکیب جان فکر کنم تماس ها کفایت میکنه تا اینکه موضوع برنامه نیمه نمونه این پرسش را ارائه کنیم. خوشبختانه از این به بعد ما از طریق ساتلایت های مختلف از طریق شبکه عقاب از تمام از اینا قابل دسترس هستیم. بله. و انشاءالله برنامه از این به بعد یک طوفان خود خود کرد متوجه هستین؟ بله یک چند مدت بوده که یک سلسله مشکلات تکنیکی موجود بود حالا ما قابل دسترس هستیم در ولایت های مختلف افغانستان و تشکر از اینکه تماس ها زیاد است. بله خب دکتر صاحب بعد از وقفه باز جواب را باشه انشاءالله مهربانی دوستان وقفه داریم بعد از وقفه دوباره برمیگردیم.